امروز 19 آذر مصادف با 10 سپتامبر روز جهانی حقوق بشره. 75 ساله که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذره. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسیده. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی رو که تمام انسان‌ها مستحق اون هستند به طور جهانی بیان کرده. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل درباره حقوق بشر می‌پردازه. با وجود اینکه اکثر کشورهای دنیا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا کردن، اما در عمل به طور فزاینده‌ای نقض میشه، به خصوص تو ایران تحت حاکمیت آخوندها. نقض بشر در تاریخ معاصر ایران به وفور به چشم میخوره. در زمان شاه نیروهای بدنام امنیت ساواک به راحتی تمام حقوق و آزادی‌های مردم رو نقض میکردن. پس از اون با روی کار اومدن ولایت فقیه، حاکمیت نه تنها برای این حقوق ارزشی قائل نبود، بلکه بسیار بدتر از دوران پیشین تحت لوای دین و مذهب به نقض آزادی‌ها و حقوق مردم دست زد. ماشین کشتاری که حدود 45 سال پیش کار خودش رو آغاز کرده تا کنون بیوقفه ادامه داره. در همین اواخر 70مین قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. این قطعنامه به رغم تلاش‌های گسترده حکومت ایران و کشورهای همدست اون با اکثریت بالایی به تصویب رسید. صدور این قطعنامه و استمرار محکومیت حاکمان این رژیم برای سالها بهترین دلیل و شاخص نقض جدی مفاد اعلامیه حقوق بشر در ایرانه.